شریفه غلامووا با کلینش در آتشدان خوراک نصف روزی میپزند. از بس که نیروی برق و هیزم ندارند، برگ درخت میسوزند که دودش برای کدبانوها نفسگیر کننده است. آیا که درخت بود، درخت های زدی با خی علو کریم. هودی چی ده سب خزونه بیشید با بای علو بکنیم. آب کشلوکو بیشروچ از او کشل بگرم. به گفته ساکنان، از روز 31 اکتبر روزانه انتقال برق به خانه ها قطع می شود، کاری که مردم را ناراضی کرده است. عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن را بینید، آدم ها در کایهان و کایهان برامده در بالا گشتودین. نارک برای کی در کرد، سربند برای کی در کرد، نخواد تاجیکستان بی برق باشد. تاجیکستان دیگه دولت ها با برق داسته است که، یا زواد علمین تاجیک بی برق نبتاند که. چما برق میتیند زواد و کار میکنند، فرزنده کار میکنند و مهان خلق و قشلاق و برق نمیتیند. شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در کناره های دوشنبه بلکه در ولایت های سغد و ختلان هم شنیده می شوند. مردم از بازگشت لیمیت صحبت می کنند که سالهای طولانی آنها را بیزار کرده بود. الله همه خیلی چراغ گویابی وقت در می گیرد. هر روز بخ می مورد. همین شکایت ما همه خیلی. خواهش میکنیم که هر آفر آکه همینه بر وقت در گیرون. همین آدم هم یک بی وقت اکار بیاده گرم. او خواستش گویا. یک چراخ دیده خورد دیگو همین التماسی ما. مقامات میگویند لیمیت نیست و سبب ساعت ها محروم شدن مردم از نیروی برق تعمیر تجهیزات و آمادگی به زمستان است. در آسانه زمستان تجهیزات های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفتن می شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق دینه به دینه خاموش کرده شوند. بیش از 2 سال است که به گفته مقامات رسما در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد. 2 سالی گذشتم که گویا در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد، گاه گاه برق ساکنان خاموش کرده می شد و مقامات همیشه این را به تعمیر برق ربط می دادند. در یک ماه اخیر بار دوم است که انتقال برق به خانه ها در ساعت های معین قطع می شود. مقامات در آغاز ماه اکتبر هم این حالت را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند.